قهرمان های نیستی چطورید؟ اومدیم با یه قسمت دیگه از بخش مورد علاقه همه مون، یعنی کلیپ های ترسناکی که اگر توی دوربین ثبت نمی شدن کسی باورش نمی شد. بدون اینکه بخوایم زیاد چال کنیم سری میریم سراغ ویدیوها، ولی یادتون نره که لایک کنید. این فیلمو یه فردی گرفته که کلن کارش گشت و گذار توی جاهای مختلف دنیا و طبیعت گردیه، که توی یکی از همین ویدیوهاش وقتی رفته بوده توی کشور نروژ و اونجاها رو میچرخیده، یه خونه خیلی عجیبی رو وسط ناکجا توی جنگل پیدا میکنه. از اونجایی هم که این آقا اصلا کارش و موضوع کانالش کلیپ‌های ترسناک نیست و این تنها فیلم ترسناک کانالشه، احتمال واقعی بودنش رو خیلی میبره بالا. Den gamle driten her. Faen, ass. همونطور که توی فیلم هم دیدید اول در میزنه، ولی خب وقتی کسی باز میکنه میره داخل و برق رو روشن میکنه. دنبال صاحب خونه میگرده و وقتی توی همون طبقه پیداش میکنه از راه رو میره بالا، ولی وقتی میخواد بره طبقه بالا کلیدا رو پیدا نمیکنه که بخواد چراغ رو باهاش روشن کنه. قبل از اینکه بخواد با اون موجود عجیب غریب روبرو بشه خودش احساس کرده بود که این بالا یه مشکلی هست. دفعه بعد که این قهرمان بخواد وارد یه خونه بشه که نمیدونه داستانش چیه، بعد اینکه در زد کسی در باز نکرد همون راهشو میکشه و میره. این کلیپو یه نفر از ژاپن گرفته وقتی که با خانوادهش رفته بودن بیرون کمپ بزنن و آخراش که میخواستن برن، طرف از بچه‌هاش و اون محیط داشت فیلم میگرفت. میرن زیر یه درخت و همونجا میخوان یه عکس بگیرن، ولی فقط خودشون نبودن که توی دوربین دیده شدن. از کنار پای اون پسر بچه یه دست رو میبینیم که میخواست پای طرف رو بگیره، در حالی که هیچ کس اونجا نبود. پس این دست از کجا اومد؟ طرف به محض اینکه این صحنه رو میبینه میدوه میره جلو که ببینه چی بوده و از کجا این اتفاق افتاده. همون دارم که دیدیم طرف میره جلو، همون لحظه سریع اطراف درخت رو میگرده، ولی خب هیچ کس اونجا نبود. بین شما قدرتمندا کی حاضره یه شب تنهایی زیر اون درخت بخوابه؟ یه نفر توی پیج اینستاگرامش یه ویدیو رو پست میکنه از خونه جدیدی که دوستاش گرفته بودن. اولای فیلم همه چی عادی و آدمای خوشحالی رو میبینیم، ولی اوضاع همینطوری نمیمونه.
مثل اینکه خونه ای که اینا گرفتن اونقدرام خالی نیست و قبل اینا یه نفر اونجا بوده که قراره کلی داستان ترسناک داشته باشن برای ما تعریف کنن. بهتره که خیلی زود قبل از اینکه اتفاق بدی براشون افتاده باشه این فیلمو دیده باشن و از اون خونه رفته باشن. این فیلم رو یه فردی منتشر کرده که اتفاقات ماوراءطبیعی و ترسناک توی خونهش اونقدر زیاد شده بود که تصمیم گرفته بود از اون به بعد فیلمشون رو ضبط کنه. قبل از اینکه بریم این کلیپ رو ببینیم باید بگم که این خونه توی قرن 17-18 ساخته شد و خیلی قدمت بالایی داره که همین دلیل کافی به ما میده که چرا داره این اتفاقات میفته. اول که این اتفاقات براش میافتاد این رو جدی نمیگرفت تا اینکه بالاخره یه شب از توی دوربینی که توی اتاق بچهش گذاشته بود صحنه رو میبینه که میفهمه این مسئله جدیه. دختر بچه نصف شب بیدار شده و داره گوشه اتاق رو نگاه میکنه و حسابی ترسیده جوری که حتی نه تکون میخوره و نه صداش در میاد. اگر مادرش توی اون اتاق دوربینی نداشت یا اینکه اصلا به صورت تصادفی این صحنه رو نمیدید تا صبح یعنی چه اتفاقاتی ممکن بود بیفته؟ از همهشون ترسناکتر اینه که وقتی مادرش بچه رو بر میداره که ببرتش بیرون اون بچه هنوزم گوشه اتاق رو نگاه میکنه و اصلا نگاهش رو از اونجا بر نمیداره که قشنگ مشخصه یه چیزی رو داره اونجا میبینه. ولی اینجا تمام نمیشه داستانو، تازه شروعشه. یه شب وقتی خونه تنها بود داشت دوربین مدار بسته که بیرون خونه را نشون میداد و نگاه میکرد که این صحنه رو میبینه. بین اون تاب هایی که اون بیرون هستن فقط یکیشون داره تکون میخوره. اگر کار باد باشه باید هر صداشون رو تکون بده نه فقط یکیشون رو. اینجاست که باید خوشحال باشی و خدا رو شکر کنی که چش انسان هر چیزی رو نمیتونه ببینه، چون مطمئنم اگر میتونستی ببینی چی روی اون تاب نشسته یا داره باعث تکون خوردنش میشه تا یه مدت شبا خوابت نمیبرد. چند هفته بعد وقتی داشت اطراف خونه گشت میزد چیزایی رو پیدا میکنه و میبینه که علت این اتفاقات رو براش روشن میکنه. So the bridge is also destroyed and I came out here because I don't know if you can see that but it says Mike I think 43-54. I always assumed it was a dog named Mike and there's other little stones along the path but I can't get through there so I don't really know what to do at this point but wanted to show you guys something else. Oh. So this is the statue that's head got cut off and was not really happy about that. But it could, you know, it's really weird. So the head got cut clean off and like, you know, it's very strange. اگر متوجه نشدی که این قبرها چه ارتباطی میتونن با این خونه داشته باشن باید بگم که توی اون زمان قرن 17-18 مردم میشر عادت داشتن مرده هاشونو توی زمین خودشون توی همون اطراف خونه خودشون دفنشون کنن. زیاد اهل قبرستون نبودن مگر اینکه خودشون میخواستن. به خاطر همینه که این مرده ها هنوز به این خونه متصلن. چند روز دوباره میگذره. این بار از اتاق بچهشون یه صدا میشنون و سری میرن ببینن چه خبره. Hello?
به نظر من بهتره به جای اینکه اینقدر پیگیر باشن فیلم بگیرن بخوان به ما چیزی رو ثابت کنن، زودتر از اون خونه احساس کشی کنن برن، چون ممکنه فیلم بعدی فیلم خاک سپاریشون باشه. این یکی داستانش خیلی داغونه، برمیگره به سال 2008 وقتی که یه سری از قهرمانا دور هم جمع شده بودن و یه شب مهمونی گرفته بودن، تو یه چیز خیلی ترسناک هم ضبط میشه که بعدن وقتی متوجه داستان شدن و فیلمو با دقت نگاه کردن فهمیدن چی شده. پشت سرشون یه نفر دیگه هم هست، ولی در واقع نباید باشه، چون فقط خودشون قرار بود اون شب اونجا باشن و میدونستن کی به کیه. قبل از اینکه ادامهشو بگم باید دو تا نکته ترسناک رو بهش اشاره کنم. یکیش اینه که این صورتی که داره اون پشت دیده میشه فقط در حد همون صورت و کله است و بدنی نداره. دومیش هم اینه که صورتش خونیه. الانم کامل ماجرا رو تعریف میکنم که مطمئن شم امشب نمیتونی بخوابی. اون شب برای مهمونی به جز خودشون یکی دیگه از دوستاشون هم قرار بود بیاد که اونم دعوت شده بود، ولی هیچ وقت به مهمونی نرسید چون تو راه با یه ماشین تصادف میکنه و میمیره. فرداش وقتی خبر مردنشو میشنون و فیلمو نگاه میکنن و اون صورتو میبینن، میگن که این قیافه همون دوستشونه که توی تصادف شب قبلش مرده. این مسئله هم یه مقدار ناراحت کننده است هم خیلی ترسناک، که یه سری دلایلی داره که این اتفاقات میفته. نمیدونم که میخواید بدونید چی باعث میشه این اتفاقات بیفته یا فقط میخواید نگاه کنید. حتما توی کامنت به من بگید که دوست دارید من توضیح بدم علت چیه که این اتفاقات میفته، یا همین فقط در حد نگاه کردن باشه کافیه. بگید حتما نظرتونو. این یکی عکسه، عکسی که طرف زیرش نوشته دوستم این عکسو از دخترش توی خونه جدیدشون گرفته، در حالی که فقط خودش و دخترش خونه بودن. ولی عکس یه چیز دیگه میگه. پشت سر بچه انگار یه چیز سیاه وایساده، در حالی که اصلا کسی خونه نبود و موقع عکس گرفتنم میگه که اصلا همچین چیزی رو ندیده. اینا هم بهتره قبل از اینکه دیر بشه از این خونه برن. معمولا اینجور اتفاقات یه نکته مثبتی که داره اینه که وقتی طرف یه خونه جدیدی میگیره برای بار اول که میره توش یه سری نشونه های میبینه. ولی خب حالا یا دو دستن، یا طرف نادیدهشون میگیره یا اصلا به این مسائل باور نداره. که بهتره شما جز به این دو دسته نباشید، که مطمئنم نیستی، چون اگر بودید توی کانال میسی چی کار میکردید؟ این ویدیو رو هم یه کانال دقیقا مثل قبلی ها پست کرده که اصلا ربطی به این مسائل نداره. توی این ویدیو دو تا نگهبان شیفت شب یه مدرسه توی اسپانیا رو نشون میده. یکیشون وقتی از یکی از کلاس ها صدا میشنوه به اون یکی میگه که بره چک کنه ببینه چه خبره. Che, boludo, ¿escuchaste eso? ¿Lo oigo? ¿Eh? Shh. ¿Escuchaste eso, boludo? ¿Qué? Allá en el aula hay como un ruido, boludo. Pero vamos, vamos, porque si... Padre dijo que firmemos, boludo. Si no vamos después, padre, si Servio nos va a sacar el cuero, boludo. Vamos, vamos a ver qué onda un toque. Vamos, vamos. Vamos un toque, boludo, dale. ¿Qué onda, boludo? Hace un frío acá afuera. Sí, boludo, hace un refrío. Pero acá parece que hace más frío, porque dice cuando hace frío que es por algo, digamos. ¿Dónde escuchaste, boludo? Acá hay ruido en toda la escuela. Pero sí, boludo, ¿no escuchaste? ¿Ves, escuchás? ¿Escuchás, boludo? ¿No escuchás?
Ya nada, boludo. Ah, pensé que... Ah, hay como una cortina ahí. Sí. ¿Ya no escuchas esto, de verdad? Sí, boludo, para mí que por allá. O ahí, no sé. Mira, mira. ¿Dónde, boludo? Por acá era. No, boludo, ¿viste, boludo? ¿Viste eso? Ah, boludo. Aguantá, boludo, aguantá. Aguantá. همونطور که دیدید وقتی میرسن به اون کلاسی که ازش صدا میومد یه صندلی شروع میکنه به حرکت، که این مسئله داره در صورتی اتفاق میفته که چراغ روشنن. حالا فرض کن اگه چراغ خاموش بود چی میشد؟ ویدئوی بعدی ما رو یه نفر که بازم اصلا موضوع کانالش این مسائل نیست گرفته، که دلیل بزرگی از واقعی بودنش میتونه باشه. تو این فیلم که طرف داره با نوکیا ساده فیلم میگیره، یه قبرستونی رو نشون میده که طرف دوربینش رو روشن کرد و معلوم نیست هدفش چی بوده، ولی اون چیزی که میخواستیم رو توش میبینیم. Yo le forré la casa a Bella, a la secretaria, ¿está Benigno? Le forré la casa a Benigno, Juan. A ellos les he cobrado... Ah, bueno, pero ellos tienen más dinero que yo. Ah, este. Vamos a ponerme con ellos. Menos con Benigno, que es español. Entonces, allá es un gato. No, lo he cobrado barato, mi madre. Lo he cobrado a 70 pesos el metro. Está a 100 pesos. Cualquiera que usted le pregunte para cómo cobra el metro, y usted piensa, me va a morir. از بالای یکی از قبرها یه چیز سایه‌ای میاد پایین و ناپدید میشه، که دیدن یه همچین چیزی توی قبرستون کاملا طبیعیه. قبل از اینکه بریم ادامهش، اگه از این مسائل خوشتون میاد و دوست دارید درباره دنیای ماورا بیشتر ببینید و بدونید، حتما عضو کانال میستی بشید و این ویدیو رو لایک کنید، که خیلی کمک میکنه که من ویدیوهای بیشتری بسازم. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره. این فیلم رو یه نفر 8 سال پیش توی کانالش گذاشته از اتفاقات عجیب و ترسناکی که براش افتاده. اول شب با صدای نامفهومی از خواب بیدار میشد، صداهایی که از زیر زمین میومد. اول فکر میکرد همخونشه که داره سر به سرش میذاره و میترسونتش، ولی کاش همینطوری بود. یه شب تصمیم میگیره که وقتی میخواد بره چک کنه ببینه صدا چیه، با گوشی شروع میکنه به فیلم گرفتن که اینه میبینه. آوه Alvin. Shit ain't funny, man. Fuck. Alvin. Hey, bro. Fuck.
به محض اینکه از گاراژ روشو بر میگردونه یه صدای ضربه مانند میاد و لوستر میبینه که داره تکون میخوره. حتی وقتی که میره دوستشو بیدار کنه میبینه که اصلا خونه نیست طرف، چه برسه بخواد به اینکه علت این اتفاقات اون باشه. این قهرمان توی کانالش کلن 4 تا ویدیو داره که اینی که الان دیدیم دومیش بود. قبل از اون یه ویدیو دیگه گذاشته بود از تست کردن قابلیت دید در شب ایکس باکسش. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to the dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, you know, pretty cool feature for the Xbox Kinect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. احتمالا متوجهش نشدید، ولی وقتی داره توضیح میده پشت سرش توی آشپزخونه دوتا سایه دارن حرکت میکنن که کاملا ناپدید میشن. وقتی دوباره حالت دید در شب روشن میکنه دیگه چیزی اونجا نیست. که من یه ویدیو هم جدا کامل درباره موجودات سایه مانند ساختم که لینکش رو توی توضیحات میذارم، اونم ببینید. فیلم بعدی رو کسی گرفته که همیشه از توی خونه‌اش صداهای عجیبی میشنوه، که یه روز تصمیم میگیره در حالی که داره فیلم میگیره بره ببینه چه خبره. از این اتفاقات معمولا زیاد میافته، ولی مسئله اینه که تا حالا برای شما افتاده یا هنوزم میافته؟ اگر آره بهتر سریعتر یه فکری براش بکنید. خب قدرتمندا رسیدیم به آخرش. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید که خیلی به من کمک میکنه که ویدیوهای بیشتری بسازم. تا ویدیوهای بعدی زنده بمونید.